بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن و اهلک اعداءهم و مخالفیهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر. سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالم که در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های بیانات با موضوع بررسی و نقد آیین مسیحیت. امیدوارم که در طول این برنامه هم همراه ما باشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر فریدونی هستیم. خدمت ایشون عرض سلام و ادب دارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در خدمت شما بودیم در دو برنامه گذشته با توضیح اجمالی در خصوص فرق مختلفی که در آیین مسیحیت وجود داره و شاخصه‌های اعتقادی اونها و وجوه تمایز اونها. توضیحات بسیار مفیدی رو ارائه فرمودید و به سمع و نظر بینندگان رسید. اما در راستای ادامه صحبت‌هایی که داشتیم و تنوع اناجیلی که وجود داره، نام یکی از اناجیل در واقع که البته به دلایلی که قبلا هم ذکر کردین و به دلیل تطابق مطالب اون با دین مبین اسلام و ادیان الهی که همون انجیل برنابا باشه، قرار شد کمی صحبت کنیم و گفتگو کنیم برای بینندگان و بیشتر معرفی کنیم این شخصیت رو و انجیلی که این شخص نوشته. در خدمت شما هستیم. البته تطابق انجیل برنابا با قرآن کریم مثلا باید به گونه دیگری تصحیح بشود دیگه. یک سری مطالبی که برنابا عنوان میکنه مخالفت داره با اناجیل اربعه و اون یک سری مطالب بیشتر همخوانی دارد با مسائل اسلامی، یعنی البته وجود تمایزی هم بین انجیل برنابا و قرآن مقدس و مسائل اسلامی وجود داره، ولی اون هم دوچار تحریف شده قطعا. حتی شالا اگر شده باشه، اگر از کردم که اون که بود این قضیه است که انجیل برنابا نسبت به اناجیل دیگر به ما بسیار نزدیکتره. و البته فراموش نشود امهات مطالب اعتقادی رو که برنابا حالا بیانش میکنه براتونم عرض خواهم کرد، خب اونا عمدتا کمتر خلاصه گرفتار مشکل هستند، اگرم باشه در بالاخره یه سری امور کوچکتر و فرعیتر خواهد بود دیگه. اما بریم سراغ معرفی خود برنابا. کتاب قاموس کتاب مقدس که ما از او زیاد نام بردیم به اعتبار اینکه در واقع کتاب لغتی است برای کتاب مقدس، وقتی در ذیل کلمه برنابا میخوانیم در مورد برنابا چنین مطالبی آورده شده. برنابا در زمان رسولان به دین مسیح متدین شد، علاقات دنیوی را قطع نموده به بشارت مژده نجات مشغول گردید که به حدی که مردم را بر ایمان دین مسیح ترغیب می نمود و در مصائب و زحمات ایشان شریک می شد. او همان است که پولس را بعد از هدایت یافتنش به شاگردان معرفی کرد. اینکه در زمان رسولان برنابا اومده باشه ایمان آورده باشه محل تأمله، چون اناجیل در این قسمت با قاموس با همدیگه همجهت و همسو نیستند. احتمال قوی تر ماجرا این است که برنابا در زمان شخص عیسی مسیح آمده باشه و ایمان آورده باشه، اینقدر هم ایمانش قوی بوده که تمام ثروت خودشو در مسیر
عرض کنم حضور شما که ایمان به حضرت مسیح همه رو خرج کرده. یه همچین آدمیست. یک کتابیست به نام تاریخ کلیسای قدیم امپراتوری روم و ایران. این باره میلره که باز نامش رو زیاد گفتیم و در این کتاب خلاصه مطالب خیلی خوبی آمده و تیراژهای متعددی هم این کتاب پیدا کرده. الان من همراهم نیست، در کتاب خودم موجوده. این مطلبی رو برداشته آورده که قسمت اولش رو از انجیل لوقا گرفته، قسمت انتهایی و پایانیش رو از خودش داره عنوان میکنه. به این جهت اشخاصی که معرفت کامل راجع به این قسمت داشتن، یعنی به حیات عیسی مسیح به اصطلاح معرفت کامل داشتن، تکلیف خود را احساس نموده و کتابی چند راجع به زندگانی خداوند ما در این دنیا به رشته تحریر در آورده. اینو مقتبس است از اولین جمله و عبارت از انجیل لوقا. حال که میخونیم اونو براتون. از این کتب فقط 4 عدد که ما آنها را انجیل متا، مرقس، لوقا و یوحنا میخوانیم توسط کلیساها محفوظ مانده و به ما رسیده است. این قبول داریم مطلب رو. این آدم بسیار بسیار معتبری است در مسیحیت، در مسیحیت تبشیری. استاد عذر میخوام، یه نکته خیلی لطیفی در انتهای کلام به نظر من رسید، البته اینکه میگوید که از طریق کلیساها محفوظ مانده، اگه برعکسش رو بگیریم یعنی بقیهش رو خود کلیساها نابود کردن. حالا البته شاید اون جمله یا نگذاشتن حداقل نشر پیدا نه کنه. چون کلیساها اینا رو حفظ کردن، حفظ شد و غیر حفظ نکردن تو حفظ بکنن دیگه. حالا برسورم خیلی حرف قشنگی. پس ما انجیل 4 تا نداشتیم. حالا شما به این مطلب اضافه کنید بیان لوقا رو. لوقا خب صاحب خودش انجیل هست و بنابراین حرفش حرف خیلی خیلی عادی و معمولی نیست. چون اینا ادعاشون این که اینا که این کتاب ها رو نوشتن تمام تحت اشراف روح القدس نوشتن، بنابراین خطا در این کتاب های 4 گانه حداقل نیست. باب اول در انجیل لوقا: از آن جهت که بسیاری دست خود را دراز کردند به سوی تألیف حکایت آن اموری که نزد ما به اتمام رسید، چنانچه آثاری که از ابتدا نظارگان و خادمان کلام بودند به ما رسانیدند، من نیز مصلحت چنان دیدم که همه را من البدایه به تدقیق در پی رفته به ترتیب به تو بنویسم. ای تیوفلس عزیز، تیوفلس مخاطب آقای لوقاست، میگه خیلی ها دست دراز کردن که امور مربوط به زندگی عیسی مسیح رو به رشته تحریر درآورند. اونایی که خودشون خلاصه اطلاعات کافی و جامع و واسع داشتن این کار رو کردن. حالا که همه کردن گفتم پس من هم این مطلب رو خلاصه دنبالش برم. از اینجا هم باز کاملا معلوم میشه که اناجیل 4 تا نبوده. اناجیل بیش از 4 تا بوده و در میان این 4 تا اون وقت لوقاشون هم یه همچین اعترافی رو میکنه و بعد هم میایم سراغ آقای دورانت، محقق و مورخ شهیر بسیار معروف. در کتاب تاریخ تمدن جلد 3 صفحه 675 مطلبی رو عنوان میکنه که من عیناً براتون میخونم. اناجیل 4 گانه که امروزه از آنها به عنوان اناجیل رسمی یا مشروع یاد میشود، 4 کتاب از انجیل های متعددی است که در 2 قرن آغازین میلادی در بین مسیحیان مورد استفاده بوده است. 4 کتاب از انجیل های متعدد. خب این مطلب صفحه 654 مقدمه میگه، در 675 مطلب رو قشنگ بازترش میکنه. اون اناجیلی که متعدد بودن و حالا نیستن اونا چیان؟ انجیل توماس، انجیل ژاک، انجیل نیکودم، انجیل پتروس، انجیل متای 2، انجیل مصریان، انجیل آوی، انجیل آندره، انجیل بارتولمی، انجیل سبایوت، انجیل برنابا و انجیل دبیونیت. این اناجیلی که داره تازه دورانت نام میبره.
و در اینجا به تصریح کلمه انجیل برنابا رو برداشته آورده. توجه فرمودید؟ این نشون میدهد که بی خود در این چهارتا منحصر نکنید، اناجیل دیگری هم بوده ها رو به هر علتی که البته به نظر این بنده ناچیز علت عمده در عدم نگهبانی و نگهداری کلیسا انجیل برنابا را مغایرت های اساسی در اعتقادات پایه‌ای بین انجیل برنابا و اناجیل دیگر بوده. غیر از این هیچ علت دیگری نمیتونه داشته باشه اجمالا. خب پس تا اینجا مسئله چند انجیل بودن رو همچنین با کمال راحتی میتونیم بررسی کنیم. برخی از آثار مسیحیان هم این اناجیل رو نه در این حد 128 تا میدونن، 128 تا عرض کنم که، و به مختلف در این ارتباط صحبت کردن. از منحصر و خلاصه نکنیم اناجیل رو در چهار تا دونه انجیلی که حالا به نام این چهار نفر که عمده هم حواری عیسی مسیح بودن وجود داره. اما نکته دیگری که خیلی قابل توجهه، یکی از امتیازات بزرگی که ما در ارائه انجیل برنابا داریم این قضیه است که اساساً برنابا خودش صاحب چه شخصیتی بوده. این مطلب فوق‌العاده مهمه. اونم نه آن چیزی که ما بریم بگیمش، نه، اناجیل در باره برنابا صحبت‌های خیلی خیلی قشنگی می‌کنند و یه سری رد پاهایی هم باقی میذارن به خاطری که آدم یه چیزایی دستگیرش بشه. مثلا در انجیل لوقا باب ششم عرض کنم حضور شما که شماره 14 اسم حواریون عیسی مسیح رو میگه، یعنی 12 نفر حواری. میگه شمعون، اندریاس، یعقوب، یوحنا، فیلپوس، برتولما، متا، توما، یعقوب ابن حلفی، شمعون معروف به قیور، یهودا برادر یعقوب و یهودای اسخریوتی. خب تمام این 12 نفر کاملا شناخته شده است، تمامشون. ببخشید، از 12 نفر 11 نفرش کاملا شناخته شده هستن که جای مختلف توضیح میدن که اینا کیا بودن و چی کردن، و من جمله یهودای اسخریوتی رو. این خائن به عیسی مسیحه، آن کسی که به قول اناجی رفت عیسی مسیح رو مکانش رو لو داد به یهودیا آمدن، و به اعتقاد ما مسلمانان همون کسیست که در واقع به صلیب کشیده شد، همون کسیست که خدای متعال این البته برنابا هم میگه او رو تغییر قیافه داد به شکل عیسی مسیح در آورد، گرفتن کشتنش. در اینجا یه آدمی مجهوله و ناشناخته است، یهودا برادر یعقوب. این کیه؟ این کیه؟ نام دو تا یهودا. آره آره، این یهودا برادر یعقوب کیه؟ همین، اینو بررسی بکنیم. ما هیچ نوع اثری از این آدم در میان کتاب‌های مختلف پیدا نمی‌کنیم که این یهودا برادر یعقوب کی بوده. خب وقتی یک نفر ناشناخته در میان حواریون عیسی مسیح باشه، حدس‌ها و ظن‌ها سراغ او طبیعتاً میره، ممکنه برنابا باشه. از اینجا میگیم برنابا کسی نیست که بعد از عیسی مسیح به او ایمان آورده باشه، برنابای کسی است که در زمان خود عیسی مسیح بهش ایمان آورده و توضیحات و تفسیرات مطلب رو نشون میده. البته یکی از امتیازات بزرگ برنابا اینه، حالا در بحث پولس اینو مفصلتر خواهیم دید، پولس بدنام بوده چون هر چه توانست مسیحیان رو اذیت کرد، بدنام مطلق بوده. حالا آمده ادعا میکنه که من به عیسی مسیح معتقد شدم، ایمان آوردم، یعنی خود عیسی مسیح بر من تجلی کرده که من ایمان آوردم. خیلی خوب، خب شما اگه همچین مطلبی رو ببینی، اگه آدمی که سابقه همچین سابقه یه،
حالا آمده ادعا میکنه که من ایمان آوردم و شاهدش هم خودشه. هیچ کس هم برای مطلب شهادت نمیده. شما چطور به این راحتی قبولش میکنی آدم رو که واقعا داره راست میگه؟ این آدم نقشه های دیگری در سر داشته. بله حتما احتمالش هست یک یهودی کهنه‌کار با سوادی فلان این حرفا که سابقهش هم با مسیحی همچین سابقه افتضاحیه که هرچند هم بعدا مفصل خواهیم گفتش، حالی اومده میگه من ایمان آوردم به عیسی مسیح. بنابراین در مجامع مسیحیت اون زمان این آقای پولس اصلا پذیرشی نداشته. خب برای آنکه جامعه مسیحیت اون روز بتونن این رو بقبولانن که واقعا اومده ایمان آورده، یک نفر آدم خوش سابقه ما نیاز داریم توی این وسط، شفیع بشه. بشه و بره معرفش بشه. در این کتاب اعمال رسولان باب نهم میخونیم شماره 6 به بعد، و چون سولوس نام دیگر پولس، هر دوش گفته میشه سولوس و پولس، به اورشلیم رسید خواست به شاگردان ملحق شود، یعنی شاگردان عیسی مسیح، لیکن همه از او بترسیدند زیرا باور نکردند که از شاگردان است. هنوز باور نمی‌کنند. اما برنابا او را گرفته به نزد رسولان برد و برای ایشان حکایت کرد که چگونه خداوند را در راه دیده و بدو تکلم کرده و چطور در دمشق به نام عیسی به دلیلی موعظه می‌نموده. بردش و شهر حال خود تو بده. اینم گفت بله داستان اینجوری بوده، من اینجوری بودم، اما بعد عیسی مسیح بر من تجلی کرده، من میرفتم اونجا و برای حضرت عیسی مسیح سخنرانی مفصل می‌کردم. یعنی اعتبار. بفرما. یک سوالی داشتم برای اینکه در خواندن در واقع این کتاب عهد جدید متوجه کلمات بشیم، پس مراد از رسولان که در کتاب ذکر شده مبلغان آیین مسیحیت بعد از حضرت عیسی مسیح، درست، که عده از اون همون چیزا بوده، حواریون بودن دیگه، که البته عنوان میکنن که این چیز رو اعمال رسولان مال یوحنا باشه، اونم مال یوحنا است. تازه حالا بگذاریم از این مطلب. خلاصه به وسیله برنابا چه کار قشنگی انجام شده. میریم کتاب اعمال رسولان باب 11 شماره 22 به بعدشو میخونیم. اما چون خبر ایشان به سمع کلیسای اورشلیم رسید، برنابا را به انطاکیه فرستادن و چون رسید و فیض خدا را دید شاد خاطر شده همه را نصیحت نمود که از تصمیم قلب که از صمیم قلب به خداوند بپیوندند، زیرا که مردی صالح یعنی برنابا و پر از روح القدس ایمان بود و گروهی بسیار به خداوند ایمان آوردند. در انطاکیه عده بودن از اعتقاد داشتن برمیگشتند، که اینا رو مجددن برشون گردونه. گشتن یه شخصیتی به نام برنابا پیدا کردن که اینو مردم همه قبول داشتن، اومده موعظه کرده، نصیحت کرده، مردم رو در آیینشون و در اعتقادشون راسخ کرده است. در باز همین اعمال رسولان باب 14 این مطلب بود، یعنی در شماره 12 میخونیم. پس برنابا را مشتری و پولس را اوتاروت خواندند، زیرا که او در سخن گفتن مقدم بود. مقام برنابا انقدر میره بالا که او رو مشتری مینامندش در میان ستارگان، بسیار پر نور و بسیار پر جلوه و شخصیت عظیمتر نسبت به از لحاظ قول معروف. حالا بخوایم تمثیلی بکنیم، نسبت مشتری به اوتاروت اصلا قابل مقایسه نیست از نظر عظمت شخصیتی. نه، ولی خواستن مثلا تشبیه محسوس بکنند که مردم حالیشون بشه که چقدر این آدم بلند مرتبتی است. ما کتاب اعمال رسولان با 15 خب لحاظا ما به یک دل مصلحت دیدیم که چند نفر را اختیار نموده همراه عزیزان خود برنابا و پولس نوزش ها بفرستیم. این مردم انطاکی هستن، بازم داستانشون مشکلات پیدا کرده بودن، یه چند نفر میخواستن انتخاب کنن بفرستن که اونجا مشکلات اعتقادی مردم حل کنه. کیا رو فرستادیم؟ برنابا و پولس، اشخاصی که جانهای خود را در راه نام خداوند ما عیسی مسیح تسلیم کردند.
تا حد جانبازی پیش رفتن، تا حد جانبازی. حالا این برنامه که داره این شخصیته، این داره این عظمت و این سنگینی و وزانت هست، این برنامه معرف پولس میشه، باش برای تبلیغ میره، مشتری میشه، نظیر این حرفا، یک دفعه با پولس به هم میزنه. خب این داستانه چی هست با پولس به هم میزنه؟ همین اعمال رسولان باب 15 هم از شماره 36 به اون طرفه که وقتی داشتن میرفتن برنابا پیشنهاد که مثلا فلان کس هم همراه ما باشه، طرف انتاکی میرفتن با پولس، پولس مخالفت کرد باش، به جای فلان کس باشه. پس نزاعی سخت شد به حدی که از یکدیگر جدا شده. برنابا مرقس را برداشته به قبرس از راه دریا رفت، اما پولس سیلاس را اختیار کرده. حالا سوال، فقط قضیه اختلاف بین برنابا و پولس سر بردن یه نفر بوده واقعا یا نه؟ اگر شما حرفای پولس رو بخوانید، که البته خواهیم گفت در آینده ای، اون وقت نسبت به آنچه که برنابا عنوان کرده با همدیگه یک مقایسه صورت بدید، اون وقت علت نزاع خوب روشن میشه. در واقع در این ماجرا پولس اون واقعیت خودش رو نشون داده که اصلا داستان خلاصه من با برنابا سر این ماجراها نبوده. ماجرام شخصیت وزین و متین و سنگین و پولش عبار در راه تبلیغ مسیحیت داده، همه اینها توجه کردید؟ ولی با این آدم برخورد میکنه. باز میریم سراغ یک مطلب دیگه، رساله پولس به غلاطیان باب دوم. خب یکی از شخصیت‌های بزرگی که در مسیحیت هست به نام پتروس هست، یا شمعون صفا هم بهش میگن. آدمو خیلی محترمه، در کتاب مقدس ببخشید در عهد جدید کاملا مورد توصیف قرار گرفته. این رساله پولس مال خود پولس دیگه، این در مورد پتروس چی میگه؟ اما چون پتروس به انتاکی آمد او را روبرو مخالفت نموده. خب یه جا دعواش اونجا شده با کی؟ با برنابا. اینجا هم با شخصیت عالی مقام مثل پتروس دعواش شده، زیرا که مستوجب ملامت بود. خلاصه یعنی انقدر خودش رو دیگه تکبر درش ایجاد شد و اعتقادات در واقع انحرافی رو درش اون حواریون اصلی دیدند که اصلا از اساس با او به مخالفت برداخت. باز چون که قبل از آمدن بعضی از جانب یعقوب با امتها قضا میخورد، ولی چون آمدن از آنانی که اهل خطنه بودند ترسیده، باز ایستاد و خیشتن را جدا ساخت. و سایر یهودیان هم با وی نفاق کردند به حدی که برنابا نیز در نفاق ایشان گرفتار شد. یعنی پتروس نقش منافق رو بازی میکرد، در برابر اونه که یهودی بودن مثل یهودی عمل میکرد، در برابر مؤمنان مثل مؤمنان به مسیحیت عمل میکردش. حالا در این مسئله برنابا هم با پتروس همراهی کرده. دو شخصیت بزرگ قابل قبول در میان مسیحیان، یکیش برنابا. طبق قول کیه؟ کی پتروس ادعا پتروس داره. پولس داره میگه، نه پولس نه همش پولسه. یکی پتروس قابل قبول، دیگری هم برناباست. خب این دو نفری که این همه در کتاب عهد جدید ازشون تجلیل و تعظیم میشه، آدمای بزرگی هستن، راستگوان، پر از ایمانن، نظیر اینها جانهاشون کف دستشون به خاطر مسیحیت، یک دفعه از طرف آقای پولس چیکار میشه به اینها؟ منافق شناسونده میشه و رو در رو باش، یعنی درو مردم باش مخالفت کردم. معلوم میشه که قضیه تو کار هست. خلاصه قضیه تو کار هست که آقای عرض کردم که پولس توجه پیدا میکنه که آبش با این دو تا بزرگ مسیحیت در یه جو با همدیگه نمیره. حالا مجموع این حرفا، اول بحثمون این بود که آدم بی عنوانی برنابا نیست، آدم با عنوان و معنونی هستش. این بحث اول بود. بحث دوم نبودن استبعاد برای که انجیلی به نام ایشون باشه، نه جای مختلف در آوردیم بیرون. بحث سوم اینه که
حالا انجیل برنابا چیا توش هست؟ امهات مسائلی که انجیل برنابا داره که با اناجیل دیگر به شدت در تخالف هست، اونها چیا هستش؟ اولا بگم براتون، انجیل برنابا تقریبا معادل کل چهار تا انجیله، یعنی 222 تا فصل داره، هر فصل هم حداقل 22 تا جمله داره خلاصه، در حالی که مثلا انجیل متا 26 تا فصل داره، فصل فرمود مثلا انجیل مرقس 16 تا مثلا داره، این 222 تا فصل داره. به مراتب از مجموع اناجیل چارگانه قطورتر و بزرگتر استش. این به اصطلاح مطلب دوم اون این است که از قول حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیهم السلام نسبت به آمدن تصریحی پیغمبر اکرم خلاصه مطالب فراوانی نقل شده، به نام مقدسش تصریح شده، اسم او احمد قرآن کریم در این کتاب کاملا تصریح شده است. این اولین نقطه اختلافی است. البته ما در بحث بشارات کتاب مقدس به پیغمبر اکرم در این باره مفصلتر صحبت خواهیم کرد، ولی حالا به عنوان پیشخراول ماجرا اینا رو بگیم که در این انجیل برنابا مسئله آمدن پیغمبر، محل ظهورش، نامش، منزلت این پیغمبر در نزد خدای متعال تا چه حد هست، اینا تصریحا آمده و این چیزی که مسیحیان نمیخوان، چون اونا در این صددن، در این تصورن، در این اقدامن که هر جا نشانی از پیغمبر ما پیدا کنن یه جوری خرابش کنن. ولو در اناجیل فعلی هم طبق آنچه بعداً خواهیم گفت، در اناجیل فعلی هم نسبت به پیغمبر ما فراوان مطلب اومده، هم اناجیل آوردن، عهد جدید آورده و هم عهد عتیق آورده. اما در این حال اینها نمیخوان پیغمبر اسلام در میان مسیحیان خلاصه نام بردار شود و نام آور شود به عنوان پیغمبر خدا، به عنوان کسی که مبشر به ظهور عیسی مسیح بوده. اگر اجازه میفرمایید میان برنامه رو در خدمت بینندگان باشیم و بعد انشالله به گفتگو در این باره ادامه بدیم. بینندگان عزیز و همراهان حسینی، ممنون از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. انشالله که بعد از دیدن میان برنامه هم همچنان در خدمت شما باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون که همچنان با ما همراه هستید. به ادامه گفتگو درباره شخصیت برنابا و انجیل برنابا میپردازیم. در خدمتتون هستم آقای دکتر. خب مطلب اول در انجیل برنابا که خیلی سخت به مذاق آقایون بد اومده این بودی که عرض کردیم براتون. مطلب دوم در این انجیل تصریح شده که عیسی خدا یا پسر خدا نیست. هر جا در برابر عیسی مسیح عنوان میکردن پسر خدا یا خود خدا هستی، به شدت برآشفته میشد و گریه میکرد. اینو برنابا میکرد، استغفار میکرد، خدا تو میدونی که من راضی به این حرفا نیستم. اینم مطلب دومش. مطلب سوم در انجیل برنابا در جاهای متعدد پروردگار یکتا و بی همتا، بی نظیر، بی مانند، بی ند در کتاب انجیل برنابا معرفی میشه. پس کلن بحث تثلیث در این کتاب فاتحش خوانده است. مطلب دیگری که در انجیل برنابا آمده داستان مفصل قیامته. یه وقت گفتیم در مسئله زندگی جاودانه و بعد از مرگ در اناجیل فعلی بیشتر از 10 تا جمله حداقل من پیدا نکردم، اگرم بیشتر باشه من پیدا نکردم، ولی در انجیل برنابا حجم متنابهی رو از کتاب انجیل برنابا مسئله قیامت، علائم قیامت،
عرض کنم حضور شما که نشانه های روز رستاخیز، حساب کتاب، بهشت و جهنم، تمام اینها اونجا آمده. خلاصه بعد مطلب دیگر، حاملگی حضرت عیسی مسیحه و آمدن فرشته وحی خدا جبریل امین پیش او، و همون داستانی که در سوره مریم شما ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا در اونجا آمده. دیگر خوارق عاداتی که برای عیسی مسیح نقل شده در انجیل برنابا، مفصلتر، مبسوطتر، روشنتر، به همون گونه که تقریبا قرآن مقدس بیانش کرده، به همون ترتیب خواهد. اما مطلب مهم دیگر، اینجا اختلافی است بین ما و مسیحیان که تا زمان تشریف فرمای حضرت مهدی علیه السلام حل نخواهد شد. اناجیل چارگانه همشون بدون کمترین استثنایی عنوان میکنن که عیسی مسیح رو به صلیب کشیدن. یعنی یهودیان رفتن به پیلاتوس خبر دادند و اونم مأمور فرستاد، آمدن محلی که یهودای اسخریوطی قبلا لو داده بود اون محل رو که اینجا ما جمع هستیم، اونجا رو پیدا کردن، آمدن عیسی مسیح رو گرفتن و به دار کشیدن. این مطلب در اناجیل مصرحه. در قرآن مقدس مطلب اینجوری نیستش. و ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه لهم، نکشتنش به صلیب نکشیدنش و دارش نزدن، ولیکن امر بر اینها چی شد؟ بر اینها مشتبه شد. امر مشتبه شده چه بوده؟ برنابا عنوان میکنه که خدای قادر متعال به قدرت کامله خودش برنابا را، نه برنابا را، یهودای اسخریوطی رو، برنابا این حرفا رو میزنه، یهودای اسخریوطی رو به شکل حضرت عیسی مسیح در آورد. وقتی ماموران ریختن عیسی مسیح رو بگیرن، اونو گرفتن. هرچی هم داد و قال میکرد که بابا من نیستم، گفتن داری دروغ میگی. او رو به صلیب کشیدند. صلیب کشیدنش در منابع اسلامی هم مطلب همین جوری آمده. بلکه عیسی مسیح بدون آن که به صلیب برود به آسمان رفته. لذا یک مطلبی که بسیار بسیار خنده آور هست که یکی از اصول و ارکان اعتقادی مسیحیان هست به نام فدا، به این ترتیب اونم فتاش خونده میشه. یعنی برنابا با آوردن این مطلب که عیسی مسیح به صلیب نرفته، فدا رو هم خلاصه از حیز انتفاع ساقط میکنه. این کل مطالبی است که ما به عنوان اختلافات مهم و اختلافات اساسی بین این کتاب یعنی انجیل برنابا و اناجیل اربعه پیدا میکنیم. حالا شما توقع دارید مسیحیان وجود یه همچین کتابی رو قبول بکنن؟ یعنی دستگاه های پاپی و کاردینالی و اسقفی و شماسی در حال دستگاه مختلف مسیحیت، توقع داریم بیان بگن که بله برنابا انجیل نوشته، درست هم هست، قرار بعد از پیغمبر بزرگوار ما که حضرت عیسی مسیح بشه که ما هم بنابر بیان انجیل برنابا عیسی مسیح رو پیغمبر خدا بدونیم، اونا بگن این حرفو، حالا اومدیم معتقد به پیغمبر اسلام شدیم؟ توقع از چه میرود واقعا؟ نه، دنیا سوزگار اشرافیت پول و هوسبازی های دیگر است که نمیگذارد که اینا بیان حق رو قبول بکنند، حق رو بپذیرند و نجات پیدا کنند. خدا انشاءالله ما رو از جمله رهروان حقیقت قرار بدهد انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر از توضیحات ارزندتون. و اگر خاطرم باشه یکی دیگر از مطالبی که در این انجیل هست، بحث شفاعت طلبی حضرت عیسی علیه السلام در روز قیامت، قیامت اومده. بله اومده. و خب مطالبی هستش که قطعا به قول معروف مزاق آقایون خوش نمیاد. بینندگان عزیز، بسیار ممنون و متشکر که با این برنامه از برنامه بینات هم همراه بودید. انشاءالله که مطالب مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. امیدواریم خداوند توفیق بده باز هم در این باره سخن بگیم و خدمت شما بتونیم برنامه های مفیدی رو ارائه بدیم. با دعا برای وجود مقدس امام زمان علیه السلام برنامه رو به پایان میبریم.
اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الامر والزمان وسهل مخرجه واوسع منهجه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته